میدم. من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت. تظاهرات عید فطر آرام برگزار شد. 4 روز بعد تهران تحت حکومت نظامی قرار گرفت و خبر این واقعه ناگهانی در جهان و اخبار بی بی سی منعکس شد. دولت ایران در 12 شهر بزرگ ایران حکومت نظامی برقرار کرد. در ظرف ساعات اولیه اعلام حکومت نظامی، زد و خوردهای شدیدی در خیابانهای تهران آغاز شد. نیروهای نظامی با خودروهای مسلح نظامی، سلاح‌های اتوماتیک و گاز اشاور به جمعیت عظیمی که در شرق تهران برای مخالفت با اعلام حکومت نظامی جمع شده بودند حمله بردند. گزارشات اولیه حاکی است که عده زیادی کشته شدند، اما هنوز اطلاعی رسمی در خصوص تعداد کشته شدگان در دست نیست. تظاهرکنندگان در حالی که به دستورات متفرق شدن دولت وقعی نمی‌گذاشتند در خیابان‌ها می‌دویدند و علیه رژیم شاه شعار می‌دادند و پنجره‌ها را می‌شکستند. دستور اعلام حکومت نظامی 6 ماهه به دنبال تشکیل جلسه اضطراری دولت امروز صبح در اولین بولتن اخبار رادیو ایران اعلام شد. ارتشبد قره‌باغی وزیر وقت کشور در این جلسه دولت حضور داشت. من امضا کردم با وزیر زنگ دوتایی پیشنهاد اعلان حکومت نظامی رو، ولی جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خود آقای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد بزرگراشتاران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. البته از ستاد بزرگ وقتی که رئیس داد می اومد، رئیس اداره دوم و رئیس رکن اداره سوم هم با خودش می آورد که رکن دوم اطلاعات و اداره سوم هم عملیات. بعد آقای سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن، چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همینطور شروع شده فلان قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. اینی که من مراتب رو به عرض اعلیت رسوندم که به نظر من ضرورت دارد که اعلان حکومت نظامی بشه. اعلیت فرمودن که در شورای امنیت بررسی کن. رئیس اداره دوم هم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و مؤید این نیست. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردن. آقای ارتشبد اظهاری به استناد اظهارات سپهبد مقدم و رئیس اداره دوم که من خودش بود مصرم گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه. بعد قرار شد گفتیم خب پس آقای نخست وزیر گفت با این طریق که آقایون اظهار میکنن پس بگوییم که هیئت دولت تشکیل بشه. خبر کردن هیئت دولت آمده، ولی چون البته دیر وقت خبر شده بود تقریبا در ساعت 10:30 شب هیئت دولت تشکیل شد. در هیئت دولت آقایون دو مرتبه رئیس ساواک صحبتاش کرد سپهبد مقدم، بعد ارتشبد اظهاری صحبتاش کردن، همین حرفا چون اونجا گفته بودن گفتن. آقایون وزرا هم گفتن که خب پس وقتی که مسئولین امر که مأموران انتظامی هستند و موافقت دارن پس موافق هستن که اعلان حکومت نظامی بشه، تصویب شد در هیئت دولت. آقای نخست وزیر تلفنی مسئله رو به عرض اعلیت رسوندن که جریان به این ترتیب بود، هیئت دولت تصویب کردن که اعلان حکومت نظامی بشه. بعد گفتم خب چطوری اعلان بشه و در کدوم شهرها؟ بعد گفتم بهترین راهش این است که حالا که دیگه تصمیم میگیریم خرد خرد نباشه، یک جا در شهرهای بزرگ اعلان حکومت میشه. خب وقتی که لزومی نداشته باشه دیگه عملی هم انجام نمیشه، وقتی میفهمن که حکومت نظامی شد اتفاقی هم نمیفته. درست موافقت شد تا در امین جریان تعدادی از وزرا و از جمله من گفتیم خب پس اینو یه 24 ساعت مهلت بدیم که مردم آگاه بشوند و بهتره اطلاع پیدا کنند. بعد گفتن نه خیر، اشخاص گفتن مثل محمود مقدم و آقای آزمون به خصوص یادمه کیشون اصرار داشتن که نه خیر این رادیو تا صبح همینطور خبر میکنه. تیم سر سبب بود مقدم عقیدش این بود که ما میخواهیم که هرچه زودتر مسببین و محرکین رو شبانه بازداشت بکنیم تا این آشوب فردا اتفاق نیفته، و به همین دلیل بالاخره موافقت کردیم که خیلی خوب همون شب
از همون نصف شب اون روز اعلام بشود این حکومت نظامی. ولی چیزی که جای نهایت تأسفه و اون اتفاقی است که فردای اون روز، یعنی روز 17 شهریور جمعه، این جریان پیش آمد کرد که با توجه به نیاد اعلیحضرت که همیشه میخواستن که آدم کشته نشود و تأکید داشتن رو این، همیشه به خود من تلفن میکردن میگفتند و باران در کتاب من گفتم و تا روز آخرم تأکیدشون رو این مسائل بود که کسی کشته نشود، بالاخره ما نتونستیم بفهمیم که چطور شد که اون روز، روز جمعه 17 شهریور، به این حادثه خونریزی بیهوده منجر شد و که نتایج بسیار شوم و بدی در روحیه نیروهای مسلح گذاشت و در حقیقت سبب انسجام تمام مخالفین گرد. این مبنای کار از اینجا شروع شد و بعدها هم هرچی بالاخره در شورای امنیت ملی که تشکیل می شد باید فرماندار نظامی شرکت می کرد، ولی هیچ وقت ارتش بود اویسی در شورا شرکت نکرد و هیچ وقت هم در هیئت دولت شرکت نکرد که تا ما بتوانیم بفهمیم که چطور شد که این واقعه به این صورت در آمد و به اصطلاح مبنای تشدید بحران و در حقیقت بگیم امروزه بدبختی مملکت شد. اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن که به ایران آمده بود آن شب تا صبح نزد شاه بود. مرتب نخست وزیر تلفن میکرد تو زور اعلیحضرت که همه نظر دارن که حکومت نظامی بشه. من نظرم به اعلیحضرت عرض کردم که حکومت نظامی رو اعلام نشه، برای خاطر که اگه کار بشه به این عجله ممکنه نتیجه خوبی نداشته باشه. من معتقدم اگر میخوان که همچین حکومت نظامی بکنن حداقل یه روز دو روز مردم وقت داشته باشن بدونن. اون شب شاید در حدود تا ساعت 4 صبح حتی طول کشید. بالاخره مسلما چون اعلیحضرت همیشه به نظر نخست وزیر اهمیت میدادن و قبول میکردن و هم تو در دولت منم کاری نبودم، از واشنگتن آمده بودم سفیر بودم، نظر اونها رو قبول کردند و بالاخره گویا دولت نزدیکای صبح بود که حکومت نظامی اعلام کرد. چون من وقتی داشتم میرفتم به منزلم نزدیکای صبح بودم که اتومبیل پلیس میگرده و اعلام حکومت نظامی میکنه. البته اون جمعه ایست که دی کشته شدند و تظاهرات در خیابان ژالو و غیره بود، اینها منم دیدم که خب بودن من با حرفام چون اثری نداره اعتراض کردم و همون شنبه ازشون اجازه خواستم مرخص شدم برگشتم رفتم. روز هفته شهریور بعدها به جمعه سیاه معروف شد. یکی از کسانی که در این روز در میدان ژاله بود حاج محمد شانه چیست؟ ساعت 6 صبح بود، حدود 6 یک چیزی کم و زیاد، من پاشته بودم برای نماز خوندن، رادیو رو گرفتم، رادیو گفت امروز حکومت نظامیه. بعد که حکومت نظامیه بنا بود مردمم همه بیان در میدان ژاله. من خیلی نگران و متوحش شدم. پسرم حسین که شهید شده، پسرم صبح زود بلند شد بدون اینکه به من بگه، رفت میدون، بره میدون شهدا. یکی از برادرزاده هام هم که منزل ما بود با هم بلند شدن رفتن میدون شهدا، میدون ژاله، اون زمان میدون ژاله بود. من خیلی ناراحت شدم که الان حکومت نظامی ممکنه امروز یک اتفاقی بیفته، بلند شدم برم ببینم چه خبر هست و این بچه‌ها کجا رفتن. من به میدون ژاله حدود ساعت 7 و 7 خورده بود رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد. صدای تیر که بلند شد، من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم، دکتر افقهی یا فقیهی که اصفهانی بود، مرد بسیار خوبی بود، خیلی مذهبی بود، خدا بیامرزدش، مرد. من رفتم در رو زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن، که دکتر صدا کنم، خانمش مرا میشناخت، در وا کرد و گفتم بابا اینجوری، و در باز کردم و این چند نفر که زخمی شده بودن کمک کردم آوردم اینجا. گفتم پس کو دکتر؟ گفتم دکتر نیست. من تلفن کردم به همین دکتر سامی، یک انجمن جلسه ای داشتن اطباء دکترها، صبح های جمعه تشکیل میشد، این دکتر و سایر دکترها همه رفته بودن اونجا. دکتر سامی رو من تلفن کردم، دکتر سامی ما هم گرفتارم و مثل که در یک بیمارستان کار میکرد چجوری بود، نتوانست 3-4 نفر دکتر بلافاصله فوری فرستاد که ما خانه همون دکتر رو در حقیقت کرده میشه یک درمانگاه کوچیک، چند تا تخت خواب داشت و گذاشتم و بعدم دوشک انداخته روزیم و زخمی ها رو میآوردیم، که من یادمه در اونجا 18 تا زخمی ما آوردیم که از این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن، به بقیه شونم چند تاشون معالجه شدن رفتن سرپایی و چند تاشونم بستری شدن که بعد از اون منزل بردنشون به بیمارستان. سربازان در بین فهمیدن آمدن می‌خواستن منزل اشغال کنن، ما در بستمو دفاع کردیم و نگذاشتیم.
ولی از مردم، از اطراف و اکناف، از پشت و پهن، از همه جا، از پشت بام و از کوچه و از دیوار و همه لوازم رو می آوردن برای اینجا. اون روز جلسه اینجوری بود در میدان جاله که چندین مرتبه تیراندازی کردن. مردم صبح زود همه جمع شده بودن و بعد دستور تیراندازی شده. وقتی مردم تظاهرات می‌خواستن بکنن، شعار می‌خواستن بدن، صحبت بکنن، دستور تیراندازی و در تیراندازی اول ظاهرا 23 نفر افتاده بودن. خود من امروز شاهد بودم. از صبح ساعت 7، حدود ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان جاله و خیابون و تو منزل همین دکتر. مردم مرتب میآمدن، هجوم میکردن، شعار میدادن، میآمدن جلو، اونا تیراندازی میکردن، 4 نفر 5 نفر میافتادن، باز فرار میکردن تو کوچه ها، باز دو مرتبه یه قدی تیراندازی کم میشد، باز مردم میآمدن. تا حدود 4 بعد از ظهر همین تیراندازی رو زد و خورد بود که 4 بعد از ظهر دیگه سربازا تقریبا رفتند و مردم آزاد شدند و که 6 بعد از ظهر من اون خانه رو ترک کردم و رفتم منزل که تمام لباسام خونی شده بود. که خود من میآمدم با چند نفر از دوستان توی خیابون و میدون جاله که جنازه هایی که افتاده بود یا زخم هایی که بود اینا رو کمک میکردیم میبردیم اونجا برای معالجه و مداوا. بعد از اونجا با ماشین و وسایلی که بود میبردن بیمارستان های بیمارستان بازرگانان و بیمارستان سوم شعبان و چند تا بیمارستان بود که به اصطلاح مال بازاری ها بود و اینا تأسیس کرده بودند و متصدیانش مال بازاری ها بوده میبردن اونجا. دولت تعداد کشته شدگان را همون روز حدود 60 تن و روز بعد قریب به 100 تن ذکر کرد. مخالفان صحبت را به هزاران تن هم کشاندند. دکتر کریم لاهیجی برای پیدا کردن رقم واقعی مدت‌ها وقت صرف کرده است. روز 17 و 18 من مخفی بودم، ولی از روز 19 کماکان فعالیت‌ها رو ما ادامه دادیم، هم در جمعیت حقوق دانا و هم در جمعیت حقوق بشر و در ارتباط با کسانی که یکی از اعضای خانواده‌شون در اون چند روز یا کشته شده بودند یا تیر خورده بودند. به لحاظ وحشتی که خانواده‌ها داشتن، یه تعدادی از کشته‌ها رو تو خونه‌هاشون نگه می‌داشتن با یخ و جرأت نمی‌کردن که تحویل رژیم بدن و حتی کسایی بودند که زخمی شده بودند و توسط اطباء به طور خصوصی مداوا می‌شدن. ما بعد با خیلی کسایی که اون روز در میدون بودن صحبت کردیم. نحوه حمله، یعنی ابتدا اختار میشه که متفرق بشن و بعد تظاهرکننده ها رو زمین میشینن و بعد دو مرتبه تیر هوایی شلیک میشه و مردم بلند نمیشن و بالاخره مردم رو به گلوله میمندن. من فکر نمی کنم که تعداد کشته از چند صد نفر که ما خودمون در جمعیت حقوق بشر به یه رقم مثلا 300-400 تایی رسیده بودیم بالاتر بره، ولی میدونیم که در اوج انقلاب صحبت چند هزار کشته، 5000 کشته یا 7000 کشته یا بیشتر و کمتر شد. از همون زمان ما شروع کردیم، در جمعیت حقوق بشر دفتری گذاشته بودیم برای ثبت تعداد کشته ها تا آخر دوره انقلاب. در ارتباط با 17 شهریور شاید بیشتر از 150 تا شکایت به جامعه نرسید. البته هنوز کسایی بودن که اون ترس و نگرانی داشتن که بیان و به یه مرجعی، حتی مرجع حقوق بشری، شکایت بکنن. بنابراین میتونیم یه معدل مثلا 300-400 نفری رو بگیریم. بیشتر از این من فکر نمی‌کنم که تعداد کشته‌ها بوده. اهمیت حوادث میدان جاله نه در تعداد کشتگان بلکه در اثر روانی این واقعه بر مردم کشور بود. آنچنان که هماناطق مورخ و شاهد عینی این وقایع میگوید. به نظر من 17 شهریور انقلاب تصدیق کرد، برای اینکه راجع به 17 شهریور شایعه بیش از واقعیت بود، چون در 17 شهریور بعدها که اسناد شما به دست آوردیم معلوم شد که اصلا 400 نفر بیشتر نبودن اون 17 شهریور، چون مردم خبر نداشتن. بعدم اصلا قبل از اینکه مردم به تظاهرات 17 شهریور برسن حکومت نظامی برقرار شده بود، توجه میکنید، در اونجا عده زیادی جمع نشده بودن، اما چون کسی نبود و خیلی آدم ها از نزدیک چیزی ندیده بودن، شایعه 17 شهریور خیلی بیشتر چرخید. خلاصه بعدش که من رفتم هیچ کس در خیابان های اونجا نبود، ولیکن اون چیزی که خیلی عجیب بود اینه که دیوارهای میدان جاله رو، هر دیواری رو در حدود 10-15 سطر چیز نوشته بودن و بعدم خون کشیده بودن به تمام دیوارها که امکان نداشت کسی اگر کشته می شد این خون به این شکل منظم و تمیز یک دیوار کامل رو گرفته باشه و یا اینکه کسی وقت داشته باشه که این همه نامنگاری روی دیوارها بکنه. در کنار اقدام نظامی، به گفته کریم سنجابی، آن روز قرار بود گروهی از رهبران سیاسی هم دستگیر شوند. در واقعه به اصطلاح جمعه سیاه
آمدن خبر رو من دادن که تصمیم گرفتن همه شما رو از بین ببرن. ما مخفی شدیم. همون روز حمله آوردن به خونه من و خانم و بچه و اینا رو توقیف کردن و تا 4 ساعت 5 ساعت نگهشان داشتن. بعد آزاد کردن و خب این به ظاهر نشانه قدرت واکنش دولت بود، ولی بلافاصله ضعف دولت و شورش و هیجان مردم نمایش پیدا کرد. به عقیده داریوش همایون هم دولت ثبات رأی نداشت و این خود نظام سلطنتی را به سراشیبی سقوط برد. خب ارتش اون روز کاری که بهش گفته بودند کرد و اون روز اتفاق تأسف‌آوری افتاد، ولی این اتفاق میتونست پایان موج انقلابی باشه، برای اینکه اگر پیگیری شده بود محال بود که کار به اونجا بکشه. مردم هم با توجه به خاطره ای که از دوران 15 ساله بعد از 1342 داشتن تصور میکنن با اون حکومت به شوخی کرد، و اگر کار تأسف‌آوری که گفتم شد، ولی اگه دنبال گرفته میشد، یعنی امتیازی داده نمیشد و سران شورش رو هم میگرفتن و دستگیر میکردن، اون فقط یه شورشی میمون تمام شد و رفته بود، حتی به ابعاد 15 خرداد هم نمیرسید. یعنی حادثه‌ای که عصب شاه رو در هم شکست و عصب اون رژیم رو در هم شکست، در واقع اون جمعه سیاه بود، روزی که میبایست رژیم پیروز بشه بر شورش مذهبی، روز آغاز نابودیش شد. به نظر حاج محمد شانه‌چی هم آن روز عملاً نظام سقوط کرد. مردم عصبانی شدن، ناراحت شدن، حرکتشون تند کردن. بر اثر تندی حرکتشون بود که حکومت در مقابلش ایستاد، نتوانست کاری بکنه دیگه. دید نمیتوانه. همون روز شوخی نبود، برفر 400 نفر یا 700 نفر یا 600 نفر هرچی کشته شده باشن خیلی بود. اون زمان مردم از یک کشته ناراحت میشدن، وقتی که 400 500 تا کشته بشن خیلی مهم بود. و این کشته شدن 300 400 نفر در یک روز اثر بسیار تکون دهنده ای در مردم داشت. به نظر من اون روز بود که در حکومت شاه دیگه ساقط شد. و به گفته دکتر کریم لاهیجی این حادثه آخرین پل ارتباط میان شاه و مردم را ویران کرد. برای یک گروهایی دیگه آخرین خوشبینی ها یا توقعات یا انتظارهای راه حل سیاسی با رژیم شاه را از بین برد. یعنی دیگه اون موقع همه به این نتیجه رسیدن که فقط و فقط یک راه حل برای جامعه ایران وجود داره و اون خروج شاه از ایران و به اصطلاح سقوط رژیمه. اون روز آخرین پل‌ها رو واقعا بین مردم و رژیم خراب کرد و از بین برد. و از اون به بعد استش که دیگه تظاهرات خودانگیخته در گوش و کنار مملکت اوج گرفت و روز به روز در شدت و حدتش افزوده شد. و همان شب یکی از مفسران بی بی سی چشمنداز آینده ایران را پس از وقایع آن روز تهران چنین میدید: چشمنداز ناآرامی ها آنقدر وسیع است که آرام کردن موفقیت آمیز آن کار بسیار خطیری خواهد بود. شاه در ضمن ممکن است با این خطر روبرو شود که فرماندهان نظامی که از طرف وی عمل می کنند برنامه های موسوم به اعطای آزادی را کاملا در نیابند و از اینکه در آینده برای بازگشت به ثبات به ایران به جای راه حل های نظامی از راه حل های سیاسی استفاده شود خوشنود نباشند. چنین راهی به سوی آزادی های سیاسی وقتی گشوده می شد که شاه می توانست مخالفان سیاسی طبقه متوسط خود را از متحدان مذهبی آنها جدا سازد. مثل سایر جوامع اسلامی در حال پیشرفت، مدت هاست که در ایران نیز اختلافاتی بین طبقه متوسط متمایل به موازین تمدن غربی و مذهبیون اسلامی وجود داشته است. ولی در ماه‌های اخیر عده‌ای از رهبران مذهبی و به خصوص آیت الله خمینی سعی داشتند این تصور را از بین ببرند که روحانیون مخالف تساوی حقوق زنان و یا اقلیت‌های مذهبی هستند و یا اینکه پیروزی آنها به معنای بازگشت به موازین قرون وسطا خواهد بود. به نظر می رسد که تا به حال طبقه متوسط ایران بیشتر به حرف روحانیون گوش دادند تا به حرف شاه. Thank you.
Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.